امشب با مهران جلیلی، نوازنده و آهنگساز صاحب سبک ایرانی گفتگو میکنم. او از 14 سالگی به آمریکا اومده و با توجه به علاقه‌ای که به گیتار داشت، این ساز رو برای فعالیت‌های حرفه‌ایش انتخاب کرد. مهران پس از کسب تجربیات متفاوتی در سبک‌های مختلف هنری، در نهایت جذب موسیقی فلامنکو شد. او سالهاست که در شیکاگو زندگی میکنه و همراه با گروه موسیقیش در برنامه‌های مختلفی هم به هنرنمایی پرداخته. Angels of Persepolis و یا فرشته‌های پرسپولیس آخرین آلبوم مهران جلیلی است که روانه بازار شده. او این آلبوم رو به مردم ایران پیشکش کرده. آیه مهران جلیلی، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه با ما در شب‌آهنگ هستید. سلام آقای مکری، من خیلی از شما ممنونم که به من این فرصت رو دادین که اینجا باشم. مرسی. آقای جلیلی، شما در ابتدای کارهای هنری تو به طرف سبکای جاز و بلوز رفتید. چرا رفتین سراغ این سبکا؟ چه انگیزه ای داشت؟ چه جذابیت هایی براتون داشت؟ من موقعی که 14 سالم بود از ایران اومدم آمریکا و با یکی از عموهایم زندگی کردم برای چندین سال و این عموی من یک موزیسین یا گیتاریست پروفشنال بود در ایران و با تمام پروفشنال‌های ایران کار میکرد. برای همین من با اون که زندگی کردم خیلی علاقه‌مند شدم به گیتار، برای که گیتار میزد و من اونو از اون یاد گرفتم. و اون موقع ها توی شیکاگو خیلی راک و بلوز خیلی پاپیلر بود و من به اون علاقه‌مند شدم و گروه های مختلفی دیدم تو که اومده بودن شیکاگو که هیچ وقت من در ایران ندیده بودم و واقعا جذابیت خاصی برای من داشت و منو خیلی علاقه‌مند کرد به گیتار راک اند بلوز اند جاز. خب چطور رفتید به سراغ فلامنکو؟ به هر حال جاز و بلوز یه دنیای دیگه داره ولی فلامنکو در جای دیگر قرار میگیره. چطور این باب آشنایی براتون ایجاد شد و دیگه تصمیم گرفتید به صورت حرفه‌ای فلامنکو رو شروع کنین؟ بله، موقعی بود که من توی یه گروه راک بودم که خیلی هم تو شیکاگو معروف بود و ما سفر کردیم به لس آنجلس، چند تا کنسرت اونجا دادیم و وقتی برگشتیم زیاد چیزای مختلفی اتفاق نیفته. برای من تصمیم گرفتم که برگردم به میخواستم برم دانشگاه حقوقی و حقوق بخونم و اون تابستونی که وارد دانشگاه میخواستم بشم، یکی دو ماه قبل از اون اتفاقا من یه آقایی دیدم که داشت گیتار فلامنکو میزد یه جایی و واقعا من تا الان ندیده بودم اینجوری کسی گیتار بزنه. این خیلی من علاقه من کرد و اون شب من رفتم خونه و درباره این فکر کردم که اگه من یک روزی فلامنکو بزنم و یه نفر بزن که وکیل باشه ببینم مسئله نیست، ولی اگه یه روزی وکیل بشم و یه ببینم یه نفر دیگه مثل این فلامنکو بزنه منو ناراحت خواهد کرد و من یه مقدار حسادت بهم خواهد داد. برای همین فرداش زنگ زدم به مدرسه و گفتم من نمیام و تمام سبکمو دارم عوض میکنم. بعد از دو سه هفته سفر رو کردم به اسپانیا که شروع کنم فلامنکو رو بخونم. برای همین همه چی عوض شد برای من و فلامنکو موسیقی من شد. خب راجب سفرتون به اسپانیا صحبت کردیم، برها موضوع مهمی هست در کارهای هنری شما. چرا رفتید به اسپانیا و خب زندگی در اونجا و آموزش و رفت آمدهایی که داشتین چه تأثیری رو کاراتون گذاشت؟ واقعا چه تغییراتی در نحوه نواختن و کارهای هنریتون ایجاد کرد؟ والا اگر بخواین کسی بخواد فلامنکو یاد بگیره واقعا باید بره اسپانیا، برای که تو آمریکا یاد گرفتن فلامنکو خیلی سطحی خواهد بود. وقتی من رفتم اسپانیا با خیلی جیپسی های اسپانیا آشنا شدم و خیلی معلم های خوبی گرفتم و برای 10 سال هی رفتم و برگشتم. هر سال برای یکی دو ماه اقلا میرفتم اونجا و میخواستم حسابی نفوذ بکنم تو این سبک موسیقی. برای همین باید با این جیپسی ها خیلی وقت صرف میکردم و از صبح تا شب یا از شب تا صبح گیتار بزن و یاد بگیر و این ترینینگ من اینجوری بود. شما الان سال هاست که در شیکاگو زندگی میکنید، گویا یه گروهی دارید، در کنسرت ها و برنامه های مختلفی هم شرکت میکنید. یه مقدار در این باره توضیح بدید، اعضای این گروه رو چطور گردآوری کردید و در چه برنامه هایی شرکت میکنید؟ برنامه هایی که من در شیکاگو دارم معمولا کنسرت هست. من معمولا یکی از چیزهای خیلی قشنگ فلامنکو اینه که به عنوان یه گیتاریست میتونی سولو باشی یا میتونی برای یه نفر که میرقصه فلامنکو میرقصه کار بکنی یا اینکه میتونی گروه بزرگی داشته باشی و
هر برنامه‌ای که من دارم همیشه با هم فرق می‌کنه. ممکنه یه موقع یه گروه 10 نفره داشته باشم، ممکنه یه موقع گروه 3 نفره‌ای، ممکنه فقط من و یک نفر که می‌رقصه باشیم. هر روز برای من فرق می‌کنه این مسائل. و کسایی که دور و برم هستن و تمام موزیسین‌هایی که من ازشون استفاده می‌کنم همشون رفیقای من هستن که دونه به دونه همشون موسیقی‌دانای خیلی خوب شیکاگو هستن و من خیلی وقت صرف کردم اینا رو پیدا کردم. They're all hand picked. و برنامه‌ای که داریم اینجا هر ممکنه یه کنسرتی هر یه ماه یا هر چند هفته در شیکاگو داشته باشیم. الان آثار تازه شما رو که من گوش میکنم به نظر میرسه که به یه نوعی به موسیقی ترکیبی نزدیکه، یعنی فقط فلامنکو خالص نیست. کمی در این باره توضیح بدی، تو کارهای جدیدتون شما از چه المان‌های دیگری استفاده میکنین؟ چه نوع موسیقی دارین؟ من دو سه تا چیز خیلی مهم برای من خیلی مهم هست. یکی اینکه ملودی خیلی برای من مهمه. من ملودی هایی که می نویسم دوست دارم ملودی هایی بنویسم که به خاطر بمونه، یعنی من همونجوری رد نشه. و از سازهای مختلف استفاده می کنم که دور و بر گیتار رو بگیره و مثلا مثل چلو یا فلوت یا ویولون یا ضرب های مختلف دنبک. و این خیلی به گیتار کمک میکنه، برای که من وقتی کامپوز میکنم، وقتی مینویسم این آهنگا رو، حتی برای چلو هم مینویسم، برای ویولون هم مینویسم، برای فلوت، برای همه اینا رو دور و بر گیتار رو با اینا پر میکنم. و البته همیشه نباید اینجوری باشه، ولی بعضی وقتا اینجوری خواهد بود و این چیزی که من خیلی دوست دارم. آیا جلیلی، آخرین آلبومی که از شما منتشر شده فرشته های پرسپولیس نام داره، کمی درباره این اسم صحبت بکنید. این فرشته های پرسپولیس چه کسانی هستن؟ اولا این اولین آلبوم من هست. من آلبوم دیگه‌ای در سبک فلامنکو تا حالا ندادم بیرون و این پارسال من این آلبوم دادم بیرون. من حدود سال 2009 که شروع کردم ضبط کردن آلبومم بعد از 30 سال گیتار زدن. البته من 10 سال پیش هم میتونستم یه آلبوم بدم بیرون، ولی خودم رو آمادگیشو حس نمی‌کردم که بتونم به این تکنیکلی، به این سطح تکنیکال به این جا رسیده باشم. برای همین ضبط کردم تا الان، تا 2 سال پیش حداقل، و شروع کردم ضبط کردن آلبومم. ولی موقعی که شروع کردم ضبط کردن سال 2009 بود اینجا و در همان موقعی بود که در ایران خیلی شلوغ شده بود بعد از انتخابات و تظاهرات و اینا. و مثل همه ایرانی‌های وطن دوست دیگر، من تمام موقع حواسم به اخبار بود، به یوتیوب، تمام چیزهایی که اتفاق میافتاد تو ایران مثل همه ایرانی دیگه من تماشا میکردم. این خیلی رو من اثر گذاشت. وقتی اینا رو دیدم چه شهامتی بچه های ایران نشون میدادن، خیلی به من امید داد. و من دوست دارم همیشه چیزهایی که تو زندگیم اتفاق میافته تبدیل بکنم به موسیقی. و برای همین اسم این آلبوم شد Angels of Persepolis. و Angels این آدم هایی که تو ایران ایرانی هایی هستن که تو تظاهرات می جنگیدن و بهشون خیلی ظلم شد و می خواستم یک کاری درست بکنم که به ایران ددیکیت بشه. و تمام یعنی خیلی دارم می خواست بتونم آگاهی مردم خارج از ایران رو بیارم بالا درباره ایران که بدونن چه اتفاقایی در ایران داره می افته. و خواستم با موزیکم یه اثری بذارم روی این و شد. و خیلی هم ازش استقبال شد به خاطر تاریخ پیش من که توی راک میوزیک بودم. الان خیلی از مجله‌هایی که درباره این آلبوم می‌نویسن بیشتر راک مگزین هستن یا ورلد میوزیک مگزین، مثل وینتیج گیتار مگزین، گیتار پلیر مگزین. و اینا خیلی از استقبال کردن و من خیلی خوشحالم که تونستم با موزیکم ایدم رو بیارم به تمام دنیا نشون بدم که در ایران داره چه اتفاقایی میفته. برای همین این آلبوم من درست کردم. این آلبوم رو به چه طریقی شما توضیح کردین؟ چگونه میتونن اون رو تهیه کنن یا آگاهی های بیشتری رو درباره اون به دست بیارن؟ من دو تا وبسایت دارم، به اضافه که خیلی راحت منو میتونن تو فیسبوک پیدا بکنن زیر مهران جلیلی. وبسایت اولم هست flamencoguitarplayer.com و وبسایت برای که این سی دی درست کردم هست angelsofpersepolis.com. تمام آگاهی این، تمام اخبار این سی دی توی این angelsofpersepolis.com هست. همه میتونن برن اونجا بخونن ببینن چه
چه کسایی دربارش نوشته، چه مجله‌هایی فیچرش کردن، همه اینا هم اونجا هست. شما چه برنامه‌هایی در آینده نزدیک دارید؟ خودتون هیچ برنامه هست که بخواید بهش اشاره بکنید؟ با گروه موسیقیتون به جایی سفر می‌کنین؟ والا الان من سفر که نه، الان نه، ولی برای که دارم روی آلبوم دومم کار میکنم که خیلی فرق داره با Angels of Persepolis. یه آلبوم اختصاصیه که درباره رابطه خود من با گیتار هست و من همیشه دوست داشتم وقتی موسیقی درست بکنم یه کانسپتی داشته باشه، فقط موسیقی نباشه. به عنوان یه هنرمند نمیخواستم فقط انترتینن باشم، میخواستم که یه چیزی بیارم بیرون که نه تنها درباره موسیقی باشه و درباره زندگی باشه. و این آلبوم جدیدی که میخوام بدم بیرون در چند ماه دیگر درباره این خواهد بود، رابطه خود من با گیتار من. و برای الان چندین ماه دارم روش کار میکنم و چندین ماه دیگه طول میکشه که همه آهنگا رو ساختن و نوشتن و بعد از اون امیدوارم بتونم یه توری بکنم به کانادا و شمال آمریکا و جاهای مختلف. آقای جلیلی، ما این گفتگو رو با پخش موزیک ویدیوی از شما با نام The Little Song of Hope به پایان میرسونیم، ولی پیش از اون توضیح کوتاهی درباره این آهنگ دارید؟ والا این آهنگ یه آهنگ رومانتیکه، یعنی سبکی من زدم زیاد فلامنکو نیست. البته یه مقدار من هر کاری میکنم، یعنی از آهاز موسیقی هر چی رو گیتارم بزنم تکنیکم فلامنکو، حالا ممکنه آهنگ فلامنکو نباشه ولی از پیک استفاده نمی کنم، از تمام پنج انگوش استفاده می کنم، برای همین این تکنیک فلامنکو هست. این موسیقی بیشتر بلوزه و من با سبک فلامنکو قاطیش کردم و ویدیویی که درست شده زیاد داستانی نداره، فقط من نشستم دارم گیتار می زنم و دو تا خانم هستم می رقصن و این حرف هست و زیاد چیزی نداره. ولی البته تایتلش هست The Little Song of Hope که رپ داره به Angels of Persepolis، یکی از آهنگای Angels of Persepolis، و در ضمن تنها آهنگی است که ساوند افکت نداره. تمام آهنگایی که روی این سی دی بوده چون فقط اینسترومنتال هست، فقط با گیتار و موسیقی دارم، یعنی خواننده توش نیست، مجبور شدم چون می‌خواستم یه داستانی بگم درباره ایران، مجبور شدم خیلی ساوند افکت استفاده بکنم. ساوند افکت هایی که امبیانس درست میکنه برای آهنگ، میگه بتونه یه داستانی برای شما بگه. ولی این آهنگ تنها آهنگی است که ساوند افکت نداره، برای که این آهنگ برای رادیو درست کرده بودن و خیلی از رادیوها استقبال شده با زدنش در رادیوهای مختلف. با سپاس فراوان از اینکه امروز در شهر شیکاگو با ما همراه بودید، امیدوارم در ادامه فعالیت‌ها و برنامه‌هاتون موفق باشید. خیلی ممنون، مرسی که به این لحظه رو به من دادین که بتونم درباره این آلبوم صحبت بکنم. مرسی از شما. قربان شما.